سلام وقت شما به خیر های عزیز به خبر دست تمدن خوش آمدید امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با همتای ایرانی خود از طریق تماس تلفنی پیرامون حقابه هلمند گفتگو کردند آقای متقی گفته افغانستان به ماهده 1351 متحد است اما کمابی و کاهش بارندگی ها در مناطق غربی کشور مانع تطبیق این توافق شده است گسترش همکاری ها در بخش های تجارت انرژی و برق خط آهن امنیت مرزها و رهایی زندانیان افغان در ایران از دیگر موضوعات مهم این گفتگو بوده است یک نهاد ناظر بر کمکهای خارجی بریتانیا اعلام کرده که این کشور کمک های اش را به افغانستان بیش از 5۰ درصد کاهش داده و نمیتواند در کاهش بحران بشری افغانستان نقش بازی کند دولت بریتانیا کمکهای مالیش را از 246 میلیون پوند به 100 میلیون پوند امسال به افغانستان کاهش داده است وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که بعد دو عضو کنگره اجازه میدهد تا پیام محرمانه ارسال شده در مورد خروج از افغانستان را بررسی کند قرار است مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی و گرگوری مکس عضو دموکرات مجلس نمایندگان از اسناد محرمانه روند خروج از افغانستان دیدن کند این در حال است که در ماه اخیر بحث خروج نظامیان امریکای از افغانستان به جنجال بزرگ در آمریکا. تبدیل شده بود. دومه نشست تخصصی و تجاری میان متخصصان حوزه شهرسازی و ساختمانی افغانستان و ایران در هرات برگزار شد. در این نشست بر گسترش همکاری ها روی توسعه شهری افغانستان و راه محافظت از بناهای با ارزش تاریخی تاکید شد. سرمایه گذاران ایرانی در این نشست بر علاقمندی صنعتکاران ایران برای کار در افغانستان و گسترش مناسبات در این حوزه تاکید کردند. عربستان سعودی و سوریه فعالیت سفارتخانه های خود در ریاض و دمشق را اثر می گیرد. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه گفت دمشق برای افتتاح سره سفارت عربستان در دمشق هر کاری که ممکن است انجام خواهد داد. او در دیدار با همتای عربستانی خود گفت رهبری دو کشور تصمیم گرفتند که سوریه و عربستان سعودی در جهت تقویت روابط خود پیش بروند. همزمان وزیر خارجه عربستان اعلام کرده که بشار در همین هفته و برای نخستین بار در طول دوازده سال گذشته در نشست اتحادیه عرب حضور خواهد یافت. و خبر اخیرین که سنان اوگان سئومین نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد شاید در دور دوم انتخابات از هیچ نامزد حمایت نکند این نامزد ملیگرای افراطی که باعث رفتن انتخابات ترکیه به دور دوم شد گفت می تواند از رئیس جمهوری کنونی یا رقیب سیکولارش کمال قلیچدار اوغلو حمایت کند اما در این ارتباط هنوز به جمعبندی نرسیده هرچند آقای اوگان تاکید کرد شاید در انتخابات آینده از هیچ جناه حمایت نکند دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در انتخابات روز یکشنبه این هفته نتوانستند که آرای لازم برای احراز کرسی ریاست جمهوری را به دست آورند از همین رو قرار است دور دوم انتخابات در 28 ماه می برگزار شود برنده های عزیز این خبر ده بود که تقدیم حضور شما گردید وقت بخیر